دوم قرنتیان فصل سوم. شاید بگویید که ما به خود ستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما سفارشنامه ها را ضرورت داریم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما مکتوبی هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با رنگ و به روی تخته سنگ نوشته نشده است، بلکه نامه است که روح خدای زنده بر قلبهای انسانی نوشته است. ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم با وسیله مسیح چنین ادعای میکنیم. در خود لیاقت نمیبینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کار را داشته ایم. نه خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار عهد و پیمان جدید باشیم و این عهد یک سند تحریری نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا زندگی می بخشد. اگر دوران شریعت که بر سنگ کنده شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوه شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره او نگاه کنند، هرچند که آن نور رفته رفته ناپدید می شد. پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود؟ و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوه همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد؟ در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است، و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد؟ چنین امید داریم، با شجاعت سخن می گوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقاب بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ذهنهای آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط با وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آره، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می خوانند آن نقاب ذهنشان را می پوشاند، اما همین که کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود. و در اینجا مقصد کلمه خداوند روح القدس است، و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی هست. و همه ما در حالی که با صورتهای بینقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می سازیم، رفته رفته در جلال روز افزون به شکل او تبدیل می شویم، و این کار خداوند یعنی روح القدس است.